با درود بر شما وطنان گرامی، مشیری هستم بهرام، در خدمت شما برنامه سرزمین جاوید رو اجرا میکنم. امروز روز دوشنبه است، 22 از ماه دسامبر سال 2008 میلادی. در روزهای دوشنبه از ساعت 11:30 تا 1 بعد از ظهر به وقت محلی لس آنجلس در خدمت شما هستم و در باب مغالطات صحبت میکنیم و دروغهای تاریخ و دروغهای تاریخی. بله، امروز هم در خدمت شما هستیم و مطالب رو پی میگیریم. اجازه فرمایید که یک غزل از خواجه حافظ شیرازی برای شما بخوانم و بعد برویم ببینیم که چه میشود. بله، معاشران گره از زلف یار باز کنید، شبی خوش است بدین قصهش دراز کنید. حضور خلوت انس است و دوستان جمعند، و انیکاد بخوانید و در فراز کنید. رباب و چنگ به بانگ بلند میگویند که گوش هوش به پیغام اهل راز کنید. به جان دوست که غم پرده بر شما ندرد، گر اعتماد بر الطاف کار ساز کنید. میان عاشق و معشوق فرق بسیار است، چو یار ناز نماید شما نیاز کنید. نخست موعظه پیر صحبت این حرف است که از مصاحب ناجنس احتراز کنید. هر آن کسی که در این حلقه نیست زنده به عشق، بر اون نمرده به فتوای من نماز کنید. وگر طلب کند انعامی از شما حافظ، حوالتش به لب یار دلنواز کنید. وگر طلب کند انعامی از شما حافظ، حوالتش به لب یار دلنواز کنید. اون کسی که در این حلقه نیز زنده به عشق، بر اون دمرده به فتوای من نماز کنید. از کنیم این شعرهای ما، بزرگان ما مثل مولانا جلال الدین محمد بلخی رومی و شیخ اجل سعدی، اینها زمانی که در حیطه اندیشه محض گام میزنن و در واقع اصالت اندیشه خود رو نمایان میکنن، بسیار درخشان هستن. اما هنگامی که تظاهر بدین میکنن، ناگهان کارشان به سفاهت میکشن. مثلا مولانا جلال الدین، مرد بزرگ در واقع، که کتاب مثنوی او اساره و چکیده همه تجارب معنوی این مملکت هست، اونجایی که خود اوست در واقع، شب نگردد روشن از ذکر چراغ، نام فروردین نیاورد گل به باغ. تا قیامت صوفی ار می می کند، تا ننوشد باده مستی کی کند. بله، از این زیباتر دیگه میسر نیست. و کسی که اونقدر قلب حساسی دارد، میگه گفت من اون آهوم که از ناف من ریخت اون صیاد خون صاف من. ای من اون روباه صحرا که از کمین سر بریدندم برای پوستین. ای من اون پیلی که زخم پیلوان ریخت خونم از برای استخوان. اون که خشکستم پی مادون من، می نداند که نخسبد خون من. در اینقدر حساس، اما به معنی که دینی شده است، برای که توجیهی برای کشت و کشتارهای دینی به دست بدهد، کارش به سفاهت میکشه. گفت من تیغ از پی حق میزنم، بنده حقم نه مأمور تن. این کجا و اون کجا، این کجا و اون کجا. یا سعدی بزرگوار ما، وقتی سعدی سعدی است، عرض کنم که از تو با مصلحت خیش نمیپردازم، همچو پروانه که می سوزم و در پروازم. گر توانی که بدوی دلم امروز بجوی، ورنه بسیار بجویی و نیابی بازم. یا از خود از در به دست خود به در شدم گوی،
از در در آمدی و من از خود به در شدم، گویی از این جهان به جهان دیگر شدم. چشمم به راه تا که خبر می دهد ز دوست، صاحب خبر بیاورد من بی خبر شدم. اما به محض اینکه این آقا خواسته است عرض کنم که از زاویه دین به دنیا نگاه بکند، کارش به سفاهت کشیده این بزرگوار. گراب چاه نصرانی نپاک است، یهود مرده می شوید، جهود مرده می شویم، چه باک است. ای کریمی که از خزانه غیب گبر و ترسا وظیف خورداری، دوستان را کجا کنی محروم تو که با دشمنان نظر داری، یا تو که با دشمن این نظر داری. چهار مغلطه آشکار اینجا هست. من یه مرتبه از خوندن حافظ یادم به این مطالب افتاد، قرار نبود اینا رو بگیرم روز. اول اینکه خزانه غیب، مرد حسابی کدوم خزانه غیب؟ یک زمینی است، یکی سیب زمینی میکارد با رنج تمام، یک سال صبر میکند، یکی انگور نمیدونم چیز میکند، یکی گندم چیز میکند با رنج و زحمت و تابش خورشید و ماه و عرض کنم شرایط زمین، اینها چیزی به دست بیارد که یکی سیب بخورد. گبر ترسا، یعنی دو کلمه توهین‌آمیز. پس اولین مغلطه‌اش هست خزانه غیب، این مغلطه به مصادره به مطلوب هست دیگه. دومیش توهین به گبر ترسا و گبر ترسا. بعد دوستان را کجانی باز هم اینم مصادره به مطلوب هست. کی به تو گفت مسلمان ها دوست خدا؟ کی به تو گفت که نمیدونن گبر و ترسا که مسیح از زرتشت دشمن خدا؟ ملاحظه میکنی آدم که دینی میشه چقدر خرف میشه؟ دوستان را کجا کنی محروم تو که با دشمنان نظر داری، که تو دشمنی این نظر داری. مصادره به مطلوب. باید دقت کنیم ببینید هر شبت که کلیت قضایا رو پذیرفتن، اینها فقط اندیشه شیعه است به جهت اینکه امام معصوم وجود داره. چه امام معصومی؟ کدام معصوم؟ اگر انسان میتواند معصوم باشد، باری این نکته به یادم اومد، خواستم خدمت شما عرض کرده باشم. اجازه خدمتتون عرض کنم که روز یازدهم ژانویه در اورنج کانتی هستیم، در 7525 مکیب وی در شهر ایرواین در باب تاریخ عرفان صحبت میکنیم و تطور این مذهب در تاریخ ایران زمین. و کسانی که مایل هستن اطلاعاتی کسب کنن با دوست گرامی آقای علی‌احمد تماس بگیرن 949-551-9272 یازدهم ژانویه. خب خدمت شما عرض کنم که دوستی از اهل زنگ زدن گفتن که یک آقای اینجا رفته است دم بقالی تخم مرغ بخرد. بعد دیده است که تخم مرغ خیلی کوچیک بود. آقا تخم مرغ خیلی کوچیکه، چه تخم مرغه؟ دوست عزیز ما جواب داده است که احمدی نژادین یومورتاسین منان اری الماس، یعنی تخم مرغ احمدی نژاد که از این بزرگتر نمیشه. اری یعنی درشت، بیوه یعنی بزرگ به زبان ترکی. احمدی نژادین یومورتاسین منان اری الماس، ده تخم مرغ احمدی نژاد از این بزرگتر نمیشه. در واقع یه حرف تاریخی زده است این دوست فروشنده ما که همون بلدیک بلچقندر وقتی رئیس جمهور این باشد تخمرغش هم میشود هم. ولی غافل از گردش روزگار که این آقای دادستان بوده است و این از نوکران احمدی نژاد. حالا ملاحظه فرمایید که دیگه گفت حاکم شهری که مرغابی بود اندر اونجا بین چه رسوایی بود. این آقا آمده است و فردا دو پاسدار از عرض کنند که نامداران و دلاوران اینها رفتن این بقالی بیچاره رو ایشان میگوید گرفتن، دو سه هفته ایست دم دکان بقالی این آقا بسته است. شما فکرشو بکنید این سیستم های استبدادی فکر نمی کنن اینها دچار پارانویای قدرت می شوند که اگر این شخص بقال از ما ناراضی هست چگونه او رو راضی بکنید، نه اینکه با سرکوب نه تنها او رو جریتر و دشمنتر کنیم که خانواده ای را هم با این رژیم منحوس دشمن بکنیم. و خوب از این کارها رو میکنه از یک جنبه.
خانم محترم دیگری من ایمیل که زدن که آقا ما یک مشکل عرض کنم که حقوقی داشتیم، اینها یک آقای نرقولی آمده است از این سرداران اسلام دم در که من میخوام بیام تو. گفتم آقا کارت نشون بده، لگد زده آمده تو و شروع کرده به فحاشی به من و مادرم و بعد ما دو نفری این انداختمش بیرون، تهدیدها کرده و ما رو کشیده نمیدونم به بازپرسی و اینها که شما رو زندان میکنم و چه میکنم و چه میکنم. و اون ماجرای شیراز که چند دقیقهش رو من خواهش میکنم، اینا رو مطالبی نیست که حالا با یک بار نشان دادن و ازش بگذاریم. عرض کنم اتاق فرمان سامان گرامی دانشجوی دلاور شیرازی در مقابل اون آخون ایستاده و نقد میکند از این دولت محترم و بعد خدمت بعد تماشا کردیم. عرض میکنم که چه بلای بروز دانشجویان آوردن یا قرار است بیاورن. بله ملاحظه فرمودید که اینها دانشجویانی هستن که قرار بود از سربازان امام زمان بشوند، یعنی فرض روح الله موسی بن خمینی و اعوان انصار آخوند امام به سر این بود که اگر ما بگیریم این مملکت را و این ملاعین را، اینها رو ما اونقدر تبلیغ میکنیم از بام تا شام با پول نفت خودشان، اونقدر امام زمان امام زمان میکنیم، حسین حسین میکنیم تا همه بشن عین حسین برای ما. بله و ما خدمتتون عرض کنم که لاری جانی نام، نمیدونم ولی این کی بود، واقعا لاری جانی بود اینا، لاری جانی نام که رئیس مجلس میگن هست، این عراقی است در واقع، از همون بچه آخوندهایی که میرفتن عراق اونجا زره و زیدون همرون کنن و بیان اینها. بعد میگن یه برادر آدم خوری هم دارد در تشکیلات رهبری. بله و بعد یکی از ناظران امر به بنده میگفتن که 43 نفر از این دانشجویان رو خواستن به نمیدونم به حراست و پاسداران نم چی اداره اطلاعات تهدیدها کردن. و بعد نکته جالب که همه اینها مشترک هستن در این استبدادیون این است که اینها از یک جای آب میخورن. بله اینها مأمور بیگانه هستن. اون دیکتاتوری سابق هم وقتی میامد با آمریکا و بچه ها جمع میشدن و اینها میپرسن چی میگن اینها، میگم اینها که ایرانی نیستن، اینها مأمور خارجی هستن. یعنی همه کار ما درست است و هر کس دشمن ما باشد ما با یک انگی بو بزنیم، اینها چیز مأمور خارجی هستن. اینها آخوندم همین رو میگن، گفتن که امکان نداره آقا اینها از یک جایی حتما تقویت میشه، من از یک خارجی پول میگیره. شما فکرشو بکنید، از خارجی پول میگیرن. این پارانویای قدرت هست که بر حکسی دوچار شد هر شبت که رهایی پیدا نمی کند از این بیماری، از خارجی پول می گیرن. حتی در روزگاری که هر شبت که مرحوم فروهر و بختیار و چند نفر دیگه در روزگار انقلاب که تازه شروع شده یک نامه نوشتن به عرض کنم که شاه سابق که آقا شما این قانون اساسی رو زیر پا گذاشتین، شما بیایید و این انتخابات رو آزاد کنید، انتخابات آزاد بگذارید. بعد تو کتاباشون نوشتن اگر اینها مأمور خارجی نبودن چطور جرأت می‌کردن به اعلی حضرت همایونی بگویند انتخابات آزاد بکن. اینها یه بیماری است که همه بیا چه تعامل بکنه. تا اونجایی که به سپاه پاسداران مربوط هست که اینها میگن ما برای حفظ رژیم هستیم نه برای صیانت از مملکت، عرض شد که پیش از این هم دیده شده از این نوع و از این جنس و از این سنخ که بعد اینا مزاحم کار دولت شدن. قدیمترینی که من به یاد دارم در تاریخ خوندم این سپاه ینیچری بوده، یعنی این عثمانی ها که میخوام خدمتتون بگم به زرس قاطع پلیدترین حکومت این ترکای عثمانی داشت، هیچ چیز اینا تولید نکرد جز قدرت و قدرت خام آدم کش خشن هیچی نبودن. یعنی اینا که بعد 600 سال هیچ خدمتی به مدنیت بشر نکردن که مدنیت بشر رو هم عقب انداختن اینا. یعنی گناه ما ایرانیان این است که عرض کنم که پشت سپر عثمانی بودیم در مقابل پیشرفت‌های اروپا. اگر ما همسایگی داشتیم بسی از این بهتر بود وضعیت اجتماعی ما نبود. در قرن 17 که قرن در واقع عقل و استدلال و گشایش از قرن بیکن هست و ولتر هست و نمیدونم عرض کنن که بزرگان هست گالیله و غیره و اینها،
اینها این ترکای عثمانی ساعت سازی را حرام کرده بودند، گفته بودند ساعت سازی اگر رایج بشه این مؤذن از کار بیکار میشه. شما فکرشو بکنید تا رسیدیم به روز، و این یعنی چری ها اینو می‌خواستم بگم خدمتتون. هر شبات که این ترکای عثمانی سرزمین‌های مسیحی رو که می‌گرفتن، اهل ذمه رو این کفار رو به جای مالیات می‌گفتن که یه اوشاخ به ما بده. یه بچه نوزاد از مادرش جدا می‌کردن، این بیچاره رو می‌آوردنش هر شبات که بزرگ می‌کردن، حالا چه بلای برودش می‌آوردن بماند. مسلمونش می‌کردن و از 3-4 سالگی تمرین شمشیر به این می‌دادن تا 25-6 سالگی این دیگه مرد جنگی میشد، یعنی چریدوزه هر طرف که میبیرد به سود اسلام است. اینو میفرستادن و اینا از خشنترین مردمان و سربازان روزگار بودن، صورتها را خونالود میکردن برای ایجاد وحشت و اینها، و جنگ میکردن و بیشتر جنگ ها را با همین یعنی چری ها میبردن اینها. بعد این یعنی چری ها مزاحم تشکیلات دولت شدن تا زمان رشید پاشا که دید اینها نمیگذارن، اینها و آخوندها مزاحمین هستند در راه ترقی عثمانی. حدود روزگار فتحعلی شاه اینها آمدن و سران یعنیچری رو در یک روز به قتل رساندن. و هیتلر رو داریم و گروه اس ای، یعنی وقتی که این فعالیت میکرد از 1922 که به قدرت برسد، گروه خاکستری پوشان اس ای رو درست کرده بود، و وقتی هیتلر به قدرت رسید تعداد اینها به میلیون رسیده بود. یه آقای به نام رام که این افسری بود که با شخص هیتلر که سرجوخه بود در جبهه‌های غربی جنگ می‌کرد، اینم گوشه اون رئیسش. وقتی که هیتلر به عرض کنم که به قدرت رسید، دید اون به ارتش نیازمند است، نه به این چاقوکشا. اینها گروه‌های فشار بودن در واقع. این اسه در یک شبی که به اون شب دشنه‌های بلند می‌گویند، آمد و تمام سران اینها رو به قتل رساند و این گروه رو از بین برد. این پاسداران ما هم بایستی متوجه باشند که اینا بچه های ایران هستند. اینها دارن از پول بیوه‌زنها و پیرزنها و اشخاص علیل و مریض و بدبخت و اینها دارن تغذیه میکنن. چماق دست آخوند نشن برای کوبیدن بر سر مردم. سپاه پاسداران، سپاه پاسداران یعنی چی؟ اگر که کشور نیازمند ارتش از ارتش قوی منظم مسلح، ما برای نگهداری خود سپاه پاسداران رو لازم داریم و از گروه کسانی که در جنگ کشته شدن اینها کوپن هم میدهیم، خیلی چیزها میدهیم، تلویزیون های بزرگ میدهیم که اینها ما رو نگه دارن. غافل از این که وقتی مردم ناراضی شدن، این سپاه هم جز همون مردم خواهند بود. دارم میبینم به چشم که آخون عمامش رو برداشته و در کوچه ها در حال گریز هست، مردم به دنبالش. حضرت آخون. خب دوستان گرامی، ما امروز خدمت شما از پدر مقومات رو آوردیم خدمتتون. این پدر همه مقومات هست به قول عبا. این عرض کنم که هرچی دین هست از کنار این برخواسته. اگر این نبود آیین حنیف اسلام هم نبود، اگر این نبود قرآن هم نبود. یه اسمش هست تورات، عهد عتیق. همه داستان ها از اینجاست و این کتابی بوده است که یهودیان خیلی محترم می داشتن و پنهان می داشتن در روزگاران قدیم. نمی خواستن کسی بداند داستان های این بود. برای خودشان بود. و مسحک اینجاست که می گویند 124,000 پیغمبر. خب شما به حساب کنید، شما فرمایید از تاریخ حبوط آدم 5000 سال بیشتر نیست. خب 5000 سال که گذشته، 125,000 پیغمبر، سالی چند تا پیغمبر مؤمن. و دیگر اینکه همه اینا یهودی هستن. خیلی خب، اگر که این قوم یهود اونقدر عرض کنم که تو تولید پیغمبر میکردن، پس چرا اینقدر شما اونها رو لعنت میکنید؟ یکی هم از این پیغمبران عرب بوده، بقیش هم یهودی بوده. خب حالا ما میخواییم که یعنی جهان شناخت و انسان شناخته از کنم اسلام و نگرشش به گیتی و کهکشان همه از این کتاب برگرفته شد. در جامع البیان فی تفسیر القرآن، که همون تفسیر کبیر طبری باشد، میگوید که یهودیان آمدن و از حضرت 20 و چند سوال کردن که ما بدانیم شما برحق هستید، باید به این سوال ها جواب. فردا جواب میده.
فرقی تشریف بودن جواب دادن، همه جواب رو از تورات برداشته بودن، در کتاب هست، در تاریخ، در جامع البیان هست، میرم خدمتتون میگم. خب حالا میخوام برویم سر مغالطات. عرض شود که باز میکنیم کتاب تورات رو، 700 سال پیش از میلاد این کتاب رو خاخامای یهود نوشتن. این میتولوژی قوم یهود هست، خداوند و جبرئیل و اینها این رو ننوشتن، چون کار خداوند جبرئیل کتاب نویسی نیست و چاپ روزنامه و اعلامیه پخش کردن اینها نیست. این عرض کنم که داستان خلقت و انسان برای شما میخوانم. نوح و عرض کنم آدم و هرچی بفرمایید از همین جاست. بله خب بله میخونیم ببینیم مغالطاتش چی هست دیگه. اینجا داستان خلقت آدم هست، براتون میخونم. خب میگوید که بله سفر پیدایش هست اینجا. خب و خدا گفت آدم را به صورت ما و موافق ما بسازیم تا بر ماهیان دریا و پرندگان آسمان و بهائم و بر تمامی زمین و همه حشراتی که بر زمین خزن حکومت نماید، حکومت کنند. یعنی همه اینها رو برای او خلق کرد. خیلی خوب. پس خدا آدم را به صورت خود آفرید، او را به صورت خدا آفرید، ایشان را نر و ماده آفرید و خدا ایشان را برکت داد و خدا به ایشان گفت بارور و کثیر شوید و زمین را پر سازید و در آن تسلط نمایید و بر ماهیان دریا و پرندگان آسمان و همه حیواناتی که بر زمین خزن حکومت کنید. و خدا گفت همانا همه علفهای تخداری که بر روی تمام زمین است و همه درختهایی که در اونها میوه درخت تخدار است به شما دادم تا برای شما خوراک باشد. حالا بگذاریم از باب دویم. و آسمانها زمین و همه لشکر اونها و تمام. و در روز هفتم خدا از همه کار خود که ساخته بود فارغ شد و در روز هفتم از همه کار خود که ساخته بود آرامی گرفت. شبات که گفتید شنبه از کجاست؟ خداوند روز شنبه رو استراحت کرد. بله بله. پس خدا روز هفتم را مبارک خواند. ان الله هو الذی خلق السماوات و الارض فی ستة ایام. از اینجاست نکته به نکته رو نویسی، سند برابر با اصل. خب پس حالا فهمیدیم که چرا از قرآن که یهودی ها روز شنبه رو محترم می شمارن و کار نمی کنن، چون خدا هم کار نمی کنه، آدم کار کنه. خب حالا منظور من از همه اینا نیست، می خواهم بگردیم برمیم سراغ داستان آدم. بله پس خدا روز هفتم رو مبارک خواند و آن را تقدیس نمود زیرا که در آن آرام گرفت از همه کار خود که خدا آفرید بسا. و خود یهودیان که از کنم تولید کنندگان این فرهنگ بودن این کتاب، وقتی که قرار شد اسرائیل ساخته بشود این رو قدغن کردن. هموطن گرامی، یهودیان پدر همه این ادیان مسیحی هستن دیگه، در این که نمیشود صحبت کرد. اما وقتی خواستن کشور اسرائیل درست بشود، آخوندبازی و این کتاب بازی اینها رو قدغن و غیر قانونی است. یعنی که برون یه خاخام اسرائیل رو بگیرن، هفته قبل خود برطرز کردن که دارد تازیانه میزند، یه مطابق این کتاب که پر داستان سنگسار سنگسار میکند، میگیرنش مقابل قانون با شفتار میکنن، زندانش میکنن. غیر قانونی است اینها. اما در کشور آریا ایران همه قوانین منبعث از همین کتاب هست، یعنی نوه این کتاب در واقع. ببینید ما چقدر بدبخت هستیم هموطن گرام. خدا شناسی امری شخصی است، فردی است. آقا جاش هم در اینجاست، نه در حکومت. هر کسی خدا رو یه شکلی میبینه، یه جوری میبینه، نوش جانش. زیبایی جامعه در این است که هر کسی یه جوری فکر بکنه، رنگین میشه جامعه، نه اینکه قالب ریزی کل قنده های شاهزنده احباب چیز عراق با اینا بیاره قانون بسازی. خب حالا منظور من این هم نیست، یه زیر فرمایید که برویم جلو ببینیم خدا این مغالطات خدا چیست. خب
بله، و هیچ نهال صحرا هنوز در زمین نبود و هیچ علف صحرا هنوز نرویده بود، زیرا خداوند باران بر زمین نبارانیده بود و آدمی نبود که کار زمین را بکند، و مه از زمین برآمده تمام روی زمین را سیراب میکرد. خداوند پس آدم را از خاک زمین بسرشت و در بینی وی روح حیات دمید و آدم نفس زنده شد. خداوند یه مش گل جمع آوری کرد، اونجوری کرد کرد و فوت کرد و فرما خلق الانسانه من سرسال کل فخار، رو نویسی برابر از گل کوزگری ساخت. خب پس میگوید خداوند خدا آمد و یه تیکه گل برداشت و آدم رو ساخت و فوت کرد توی دماغش و عجی مجی شعبده کرد در واقع خدا و آدم رو ساخت. خیلی خوب. و خداوند باقی در عدن به طرف مشرق قرص نمود و اون آدم را که سرشته بود در اونجا گذاشت. ولی خب از بهشت عدن اگر خواهی بیا با ما به میخانه، حافظ گو که از پای خمت یک سر به حوض کوثر اندازی. درود بر حافظ، حافظ بزرگ، که همه اینها رو به یک شیوهی فیلسوفانه عرض کنم که به تمسخر گرفته است. با درود بر شما وطنان گرامی، یک چیزهای آدم میشنود واقعا ماهای پشت انسان میلرزه. یک آقای به نام آقای شانهچی یا شانهچیان چند فرزندش رو در رژیم گذشته دست داد، چند فرزندش در رژیم فعلی، در باب ایشون صحبت می‌کنیم. خب برگردیم ببینیم که عرض شد که چه شد. خیلی خوب، پس میگه که خداوند گل رو برداشت و شعبده کرد، فوت کرد بر بینی این چیز، آدم شد. خیلی خوب. و بعد یه بهشت هم درست کرد در عدن به طرف مشرق و اون آدم را که سرشته بود در اونجا گذاشت. و خداوند هر درخت خوشنما و خوشخوراک را از زمین رویانید و درخت حیات را در وسط باغ و درخت معرفت نیک و بد را، و نهری از عدن بیرون آمد تا باغ را سیراب کند. حالا اگر باغ بود قبلا از کجا آب میخورد؟ یادش میری نویسنده؟ خب اینا 700 سال پیش از میلاد، فکر میکنید که مثلا خب استدلالش چگونه بود؟ خیلی خوب، پس شنیدیم. پس دو جور درخت مخصوص هم خلق کرد. بله بله، درخت معرفت و نهری از عدن بیرون آمد تا باغ راستی را، و اونجا منقسم گشته چهار شعبه شد. نام اول فیشون است که تمام زمین فلان که در اونجا طلا حاکم میکنه و طلا اون زمین نیکوس و در اونجا مروارید و سنگ هست، و نام نهر دوم جیهون که تمام زمین کوش را حاکم میکند، و نام نهر سیوم بله که به طرف شرقی آشور جاری است، و نام چهارم فرات. پس خداوند آدم را گرفت و او را در باغ عدن گذاشت تا کار اون را بکند. حالا چون صحبت نهر شد، میگه در تمام زمین هم چهار تا نهر است. بیچاره نویسنده نمیدونسته دیگه. جیهون رو شنیده بود که کوشانیان که عرض کنند که در شاهنامه آمده، در جیهون رو شنیده، فرات شنیده و اینا که نام برد دیگه، از رودخانه گنگ و میسیسیپی و آمازون و اینا که بیچاره اطلاع نداشته که، اینا رو نوشته. خب حالا بله، و اون رو محافظن. و خداوند آدم رو امر فرمود، گفت از همه درختان باغ بی ممانعت بخور، اما از درخت معرفت نیک و بد زنهار نخوری، زیرا روزی که اون را خوردی هر آینه خواهی مرد. و خداوند گفت خوب نیست که آدم تنها باشد، پس برایش معاونی موافق وی بسازد. گفت از فلان درخت نخور، اگر بخوری میمیری، اما چون خوب نیست که تنها باشی، من یک نفر موافق تو مثل خودت که با سازگاری داشته باشه میسازم. و خداوند هر حیوان صحرا و هر پرنده آسمان را از زمین سرش و نزد آدم آورد تا ببیند که چه نام خواهد نهاد، و اون چه آدم هر زی حیات را خوان همون نام او شد. پس آدم همه بهایم پرندگان آسمان و همه حیوانات صحرا را نام نهاد، لیکن برای آدم معاونی موافقه وی یافت نشد. و خداوند خوابی گران بر آدم مستولی گردانی تا بخوف، یکی از دنده هایش را گرفت و گوش در جایش پر کرد. حالا خدا داره کلک میزنه و حقه میزنه، هر شبت که
این به خواب گران گرفت، یک دندش رو در آورد. اینجاست که عرض کنم که نکبتی که به سر زن وارد شده از این جامعه اسلامی از همین جا شروع میشه، یعنی از خلقت زن که از دنده مرد یک دندش رو در آورده و جاش پر گوشت کرده. خیلی خوب. و خداوند اون دنده را که از آدم گرفته بود زنی بنا کرد و وی را به نزد آدم آورد. حالا مرد حسابی تو که می نویسی روی مشت خاکی دیگه برداشت زد و هم فوت کرد، خیلی هم زیباتر و بهتر و لطیفتر. درسته با بیا چه دنده اینو در میاری؟ خب بله. و آدم گفت همانا این است استخوانی از استخوانهایم و گوشتی از گوشتم، از این سبب نسان نامیده میشه زیرا که از انسان گرفته شد. خیلی خوب. از این سبب بله مرد پدر و مادر خود را ترک کرده با زن خیش خواهد پیوست و یک تن خواهد بود و آدم و زنش هر دو برهنه بودند و خجلت نداشتند. یعنی این که گفت خیلی خوب این گوشت تنه منه یا سخون خودمه، پیش خودم میمونه. به همین دلیل هم هست که میگه کسانی که ازدواج میکنن میپیوندن به زنهاشون از خانوادهشون جدا میشن و اینا، اما هر دوشون چی بودن؟ چون معرفت نداشتن نمیدونستن، لختن، خجالت هم نمیکشیدن. و مار از همه حیوانات صحرا که خداوند ساخته بود هوشیارتر بود و به زن گفت آیا خدا حقیقتا گفته است که از همه درختان باغ نخوری؟ زن به مار گفت از میوه درختان باغ میخوریم، لکن از میوه درختی که در وسط باغ است خدا گفت از اون مخورید و اون را لمس مکنید مبادا بمیرید. مار به زن گفت هر آینه نخواهید مرد. یعنی خدا اینجا کلک زده و دروغ هم تازه گفته. این خدا خدای کذا و کذا. مار گفت نه بابا دروغ گفته، این خدا چی میگه؟ نمیمیری، شما بخوریم ببینید. بعد خداوند خدا میداند در روزی که از اون بخورید چشمان شما باز میشد و مانند خدا عارف نیک و بد خواهید بود. گو این نمیخواد که شما مثل خودش بفهمین، صاحب فهم بشین و عارف به نیک و بد بشوین. این هست که گفته دروغ گفته، بخورین نمیمیرید. و چون زن دید که اون درخت برای خوراک نیکوست و به نظر خوشنما و درختی دلپذی، بله، پس از میوهش گرفته بخورد و به شوهر خود نیز داد و او نیز خورد. اونگاه چشمان هر دویشون باز شد و فهمیدن که اوریانن. پس برگهای انجیر به هم دوخته سترها برای خیش ساختن. به مزی که خوردن فهمیدن که اوریانن. چه کردن؟ درخت چیز انجیر رو برداشتن و ستر عورت کردن. بله. و آواز خداوند خود شنیدن که در هنگام وزیدن نسیم در باغ می‌خرامید و آدم و زن خیش را از حضور خداوند در میان درختان باغ پنهان کردند. دیدن خدا داره میاد دشتی میخونه. خلاصه مطلب اینا ترسیدن به خاطر اینکه هر شبات که اینها دستورش اجرا نکردن تمرد کرده بودن، رفتن قایم شدن. و خدا آدم را ندا داد و گفت کجا هستی؟ حالا ببینید خدایی که این همه کلک زده دروغ هم گفته تازه نادان هم هست. چه خدایی که نمیدونه این کجاست؟ یه کجا هستی؟ میپرسه. خب کجا هستی؟ گفت چون آواز رو در باغ شنیدم ترسان گشتم زیرا که اوریانم، پس خود را پنهان کردم. گفت که تو را آگاهانید که اوریانی؟ آیا از آن درختی که تو را قدغن کردم از آن نخوری خوردی؟ آدم گفت این زنی که قرین من ساختی وی از میوه درخت به من داد که خوردم. پس خداوند به زن گفت این چه کار است که کردی؟ زن گفت مار مرا اغوا نمود که خوردم. خب مطلب معلومه، مرد انداخت گردن زنه، زنه انداخت گردن مار، این مار منو اغوا کرد که از این بخورم. بله. پس خداوند به مار گفت چون که این کار کردی از جمیع بهایم و از همه حیوان صحرا ملعون‌تر هستی، بر شکمت راه خواهی رفت و تمام ایام عمرت خاک خواهی خورد. قدیما نگاه می‌کردن به حیوانات، دیدن این مار میره تو سوراخ اینا، فکر می‌کردن این مار خاک می‌خوره. و توضیح نمیده که مار پس شکل قبلیش چگونه بود. مار که همیشه مار بود که. خب پس لعنتش کرد، خدا لعنت کرد و گفت که به خاطر این خیانتی کردی همیشه رو شکمت را میری و خاک میخوری، از همه ملعونتر تا هستی. بله. و عداوت در میان تو و زن و در میان ذریت تو و ذریت می میگذارم
او سر تو را خواهد کوبید و تو پاشنه وی را خواهی کوبید. و کاری کردم که این آدما ذری آدم هر جا ببینن سر تو رو بکوبن بابت این کاری که کردید. و به زن گفت علم و حمله تو را بسیار افزون گردانم، با علم فرزندان خواهی زایید و اشتیاق تو به شوهرت خواهد بود و او بر تو حکمرانی خواهد کرد. گفت کاری میکنم که زایمانت سخت بشه و دردت بیاد موقع میخواد بزایی. حالا در این راستا خدمت عرض کنم که دوست گرامی آقای دکتر فامینی بودم، بحثای فلسفی اینا، ایشون میفرمودن که پزشکی ثابت کرده است و اِوولوشن، تکامل، که انسان چون مستقیم راه میره نه مثل حیوانات چهار دست و پا، رفته رفته این باسنش حجمش کمتر و کمتر شده و زایمان براش مشکل تر شده. حیوانات چون چهار دست و پا را میرن این زایمان براشون راحت تره و این بر اثر تکامله. بله، این کتاب دعا میگوید که چون این کار کردی من زایمان برات سخت میکنم. خیلی خوب. بله، و به آدم گفت چون که سخن زوجت را شنیدی و از آن درخت خوردی که ام فرموده گفتم از آن نخوری، پس به سراب تو زمین ملعون شد و تمام ایام عمرت از آن با رنج خواهی خورد. خار و خس نیز برایت خواهد رویانید و سبزه های صحرا را خواهی خورد و به عرق پیشانیت نان خواهی خورد تا هینی که به خاک راجع کردی که از آن گرفته شده ای. کل شیون یرجع الی اصله انا لله و انا اله راجعون. میبینید که سرچشمه همه اینا این کتاب. به وضوح، به وضوح. خب گفت تو بس حالا دیگه مفخوری تمام شد، من تو گوش اونجا مفخوری کنی، حالا دیگه گوش نمی کنی و نکردی و فریب این زن ملعونت رو خوردی، حالا باید بری کار کنی یا زندگی کنی. یعنی کار چیز بدیست، به عرق پیشانیت کار کنی. و آدم زن خود را هوا نام نهاد، زیرا که او مادر جمیع زندگان است و خداوند بله رخت ها برای آدم و زنش از پوست بساخت و ایشان را پوشانید. و خداوند گفت همانا انسان مثل یکی از ما شده است که عارف نیکوبت گریده، اینک مبادا دست خود را دراز کند و از درخت حیات نیز گرفته بخورد و تا به ابد زنده ماند. پس خدا او را از باغ عدن بیرون کرد تا کار زمین را که از اون گرفته شده بکند. پس آدم را بیرون کرد و به طرف شرقی باغ عدن کروبیون را مسکن داد و شمشیر آتشباری را که به هر سو گردش میکرد تا درخت تا بدین ترید درخت حیات را محافظت کند. و پس این قبل از این که این فضول بیاد بره و از اون درخت حیات بخورد که تا ابد زندگی کند، ما یک اردنگی میزنیم این رو میفرستیم رو زمین. یعنی زمین جای بسیار بدی است و کثیف تبعیدگاه است. این از کنم جهانبینیه، از کنم که فلسفیه، این بیبلیکال ویو هست، یعنی اون چه از این کتاب گرفته شده و تورات و قرآن این همه بیبلیکال هستن در واقع. و یک شمشیر آتشباری هم گذاشت دور اون که چرخد و هیچ کسی از اون درخت نخورد. این آفرینش انسان که امروز دیگه به درد بچه های 5-6 سالم نمیخوره، 4-5 سالم نمیخوره کنار تخت خواب بخوام یه همچین داستانی بود. اینها رو خداوند تبارک و تعالی فرمونده است و اینها لا یتغیر ولا یتبدل هست و تا روز قیامت خداوند خودش رو کند. اینها رو نمیشه دست دار. اینها هر شبت که جبرئیل از آسمون آورده است. اگه بخوام بفکرم جبرئیل آورده است، شرط این است که جبرئیل ابتدا بره پیش خاخامای یهودی اینا رو یاد بگیرد بعد بردارد بیاورد، یا خود خدا برد پیش خاخاما اینا رو یاد بگیرد و بعد بگوید به جبریل، جبریل به زبان عربی بگوید. اینم از این داستان که پدر جد همه این حکایت ها این کتاب تورات هست. همه این حکایت ها اینجاست، همش اینجاست. حبتن این رو اگه بخوانی خیلی مطالب برای روشن خواهد شد. این از این عرض میشه خدمت شما که ما اصلا من دوست ندارم وارد تاریخ اصلا فرومایگان بشم و فرومایگی در واقع، اما ناچاریم دیگه چیکار کنیم، گرفتار شدیم به این داستان. حالا ما میخوام اینجا خدمتتون از کتاب نهج البلاغه وصیت مولای متقیان رو هم
اینجا خدمت شما بخوانیم ببینیم چی وصیت فرمودین مرد بزرگ، که البته در این کتاب کلمات قصار بسیار زیبا و حکمت آمیز هم هست. معلوم نیست از کجا گرفت کردن و جمع آوری کردن. باری خب، وقتی که دوست نزدیکش ابن ملجم، عبدالرحمن ابن ملجم مرادی از طایفه بنی مراد که اینا نژادن اهل یمن بودن، بعد آمده بودن در چیز در همون اطراف میچرخیدن، ایشان وصیت کرده. من این وصیت رو هم خدمتتون میخونم و بعد میرویم سراغ مغلطه جن و قول و اینجور چیزها. خب، این چیزی است که بنده خدا علی پسر ابو طالب دستور میدهد درباره مال خود و بدان خوشنودی خدا را میخواهد تا وی را به بهشت درآورد و آسودش دارد. از آن وصیت است: حسن ابن علی نگهداری مال مرا عهده‌دار شود. پسر بزرگ همواره وارث مال پدر هست و سیادت و بزرگی و فرماندهی هم در عرب از پدر به پسر بزرگتر میرسیده. و اساسا این داستان سید این داستان دروغی نیست، چون حضرت که باعث همه این هاست و این همه آوازها از شه بود، پسر نداشت، بنابراین سیدی وجود ندارست. سیادت از دختر که منتقل نمیشه. که من سید هستم، از دو طرف طباطبایی هستم. اگه از دو طرف طباطبایی هستی، پاشو برو عربستان سعودی، اجدادت از اونجا هستن دیگه. اینا رو من نمیدونم چه افتخاری است این طباطبایی. خب، خود از اون مصرف نماید و به دیگری ببخشد آنسان که روا بود و شاید. اگر برای حسن حادثه‌ای پدید آید و حسین زنده باشد، او بدین کار بپردازد، وصیت را انجام دهد چنان که باید. دو پسر فاطمه، حسن و حسین، را از صدقه علی همان است که از آن دیگر پسران است. من انجام این کار را به عهده پسران فاطمه میگذارم تا خوشنودی خدا را به دست دارم و به فرستاده او نزدیکی جویم و پاس حرمت او و خویشاوندیش را بدارم. که عرض کردم از ام البنین هم پسرها داشت، پسرهای رشید داشت علی، یکیش عباس بوده است از ام البنین، و پسرهای دیگر مثل محمد اکبر، محمد حنفی و اینا. میگه که چون اینا خیشان رسول هستن، من اینها رو مسئول میکنم که به رسول خود نزدیکم که در بهشت ما اونجا از اون رو برابر شد. و با کسی که این کار را به دو واگذار کرده شرط میکند که اصل مال را به حال خود نهد و از میوه اون انفاق کند. یعنی زمینا رو نفروشین، دست نزنین، اما از میوهش به بیچاره بدین، چنان که به دو فرمان دادن و راه را نشان داده. و اینکه نهال‌های تازه خرمابنان این دوها را نفروشد تا بسیار شود و شناختن آن بر کسی که نخست بارش دیده دشوار. و هر یک از کنیزانم را که با او بودم، اگر فرزندی بود یا باردار باشد، کنیز را به فرزند هم و بهره او حساب کنم. خب، پس از اینجا معلوم شود که ده داشته، دار زندگی داشته. مطابق این روایت دیگری هم هست که به گونه دیگر هست، اما در اینجا نهج البلاغه که جمع آوری شده است بعد از مدت ها، میگوید که ده و ده داشت و درخت های خرما داشت و اینها. میگوید که مواظب باشین و نگهداری کنین، اصلش را دست نزنین و میوهش رو انفاق کنین و غیره که شنیدید. و بعد میگوید که این کنیزانی که من داشتم و با اونها بودم، میدونید کنیز حساب کتاب نداره، شما میتوانید وقتی بکنید هر کار دوست دارید به بلای به روز کنیز بیاورید و مشکلی هم نیست، اشکالی هم در حضور دیگران هم میتوانید کنیز را هر کاری میخواهید بکنید، چون کنیز است. آره، کنیز کی بود؟ بچه های محترم ایران، بدبخت های دخترای اسیر مصر، ایران، اینا رو میگرفتن میگفتن در مدینه کنیز آوردیم. ایشون هم میرفت مثل بقیه عربا یه مش سکن که باز از پول خود اونا گرفت، اونا که پول نداشتن بیچاره، که نون خوردن هم نداشتن، میومدن اونجا میخرید میورد و میزد زمین، هر کار میخواست میکرد. یه کنیزان هم بیارین و معاینه کنین، اوناش که آبستن هستن هر شرط که چیز کنین، حسابشو برسین و با بچهش و اینا. اگر فرزندش بمیرد و کنیز زنده باشد آزاد است، کنیز بودن از او برداشته و او آزادی خیش را داشته. بله، فرموده امام در این وصیت که از خرمابنان ودیه را نفروشن، ودیه خرمابن است، جمع اون ودی و فرموده
اینا عربی نمیشه، از فصیح ترین سخنان است و مقصود آن است که خرمابن در زمین بسیار شود تا کسی که زمین را از این پیش دیده اون را نشناسد و شناخت اون برای دشوار گردد و پندارد که زمین دیگر است. بله، چون میدونیم که حضرت علی علیه السلام وقتی که آمدن به مدینه و خواستن با حضرت فاطمه ازدواج بکنن، مطابق عرض کنم که تاریخ‌های قدیم، یک شتر بیشتر نداشت و رسول فرمود برو شترتو بفروش. رفت در مدینه شترشو فروخت به 400 درهم، نه دینار، درهم، و گفت یا علی چه کردی؟ گفت فروختم 400. گفت 300 درهمش رو بده بده، عطر بخر 100 درهمش هم یه جوالی چیزی داره اتاق خانه. بنابراین اگر ایشان اینجا که مطلب این درست باشن، اینها اموال مردم بودن که احتمالا مال یهودی ها و اینها که گرفته بودند، و عرض کنم که حضرت هم تناول می‌فرمودند ارواح نافدا. این هم یک داستان که شما بدانید و آگاه باشید که چه بوده است در این روزگار و ما کجا هستیم. بله، خب اجازه بدید که یک موسیقی هم بشنویم قبل از که بریم سراغ اجنه، جن. بله، چون ما در این دنیا کاری نداریم، این دنیا ما آمدیم اینجا بدبخت بکشیم، کتک بخوریم. حساب کتاب ما از قبر هست که باید حساب کنیم، ما برای قبر بایستی کار کنیم، از اونجاست که داستان تازه شروع میشه. اینجا که مهم نیست بدیم آخوندها بخورن، آقا آخوندها در قصرها زندگی کنن، این مثل اسپنسای زد گلوله و اینها دختره ما رو هم ببرن اینا اشرت کنن، اما ما بایستی به اندیشه قبر باشیم و گرد نکیر. اینا شروع میشه اونجا فشارهای هیدرولیکی قبر از اونجا و فلان و و عمود آتشین و عقرب جرار و چاه ویل رو برای ما ساختن، ما عوام الناس نادان. خود آخوند که کاری نداره به این کار، این چیزا رو قبول نداره، که هیچ کس قبول نداره. اینه سنفی هن. یک سنف آخوند مثل سنف آهنگران، مثل سنف نجاران، نمیدونم، مثل سنف رفتگران آمدن مملکت رو گرفتن، مردم رو از صحنه بیرون کردن، بروید اندیشه قبر باشید، گریه کنید برای حسین تا ما بخندیم این پشت به شما، بزنید به سر برای فاطمه. ما قبرستانی هستیم اساسا، ما آمدیم که فکر قبر باشیم، مملکت همون را هایی بخورن، بچه های ما را بکشن و خودمان گریه کنیم و فکر قبر باشیم. هرچقدر بدبختر و گرفتارتر و روسیاختر و فقیرتر، بیشتر به امامزاده می رویم و اندیشه قبر بیشتر قوت بگیرد در ما. این داستان قبر و امامزاده اینها جستجو یک نوع امنیت هست به لحاظ روانی. کسی که نه شغل داره، نه کار داره، نه زندگی داره، نه آینده داره، چاره جز که بره امامزاده و بره سر قبر کاری چاره نداره، چیکار باید بکنه؟ اما اگر کار داشته باشه، زندگی داشته باشه، امید داشته باشه، مسئولیت ملی داشته باشه، مسئولیت اجتماعی داشته باشه، فرصت نمی‌کنه سر قبر بره. به زندگی میپردازه. قبر منور اون حضرت، بله، سر قبر. شما هموطن نگاه کنید به این کتاب، این کربلا و نجف چجور جای بوده. از اقطار گیتی اولاغ ها میامدن دسته دسته، دو تا تابوت بار اینها بود، استخون مرده. توی یارو سفارش میگه وقتی مردن ما در جوار برقد متحر حضرت حسین سید و شهده اونجا بخواب کنیم، که روز قیامت از همونجا ما حشر بشیم و اینا. کاروان مرده کشی بود، یک جاوی کثیف متعفنی که یالا چار دلار پول نفت و اینای سر سامانی دادن، نمیشه زندگی کنی از بوی گند. قبر یک کسی هم در ده ما هر سنت سفارش کرده بود به پچهش که سخونهای برای برای به کربلا اینا نوش کن بخواب به خواست پلیتون عمل کنن، اینها رو تو توبره کرده بود با سوار اولاق ببرد به کربلا، وسط دلال نصف شب صبح شد دید خرا و سخونها رو خوردن، چون شور خر دوست داره، خر بود قاتل بود، همه سخونها رو خورده بود. بله، ما قبرستانی ها باید تعظیم کنیم به آخون، چون همه اینها دست اینهاست، شفیعه اینا هستن. شفیع یعنی این که اصلا مولای متقیان روز قیامت بیاد قانون خداوند رو خراب کنن، هرچی بچه باز و
هرچی جنایتکار و هرچی نزول خور و هرچی بدتینت و هرچی بیشرافت و هرچی آدم کش بوده است در اسلام و در شیعه و در این طور شفیع کند ببرد به بهشت. پارتی بازی یعنی کار حضرت علی علیه السلام این هست که فساد کند در کار قیامت، مفسدین را ببرد به بهشت. اما هرچی اهل تسنن نیکوکاری کرده باشند برد فتنه بکند اونا ببرن به جهنم. این هم سیستم عرض کنم که اون جهانی آخوندهای شیعه است. جان مطلب رو خدمتون میگم، ما جان مطلب رو و لب لبا و ذهنیت آخوندیسم تاریخی رو خدمتون میگم. با دور باشم بطان گرامی، اشاره کردم به آقای شانیچیان یا شانیچی، چون دوست محترم آقای فرجی این مرد بزرگوار رو میشناخته از روزگار زندگیشون در اروپا. تلفن آقای فرجی رو گرفتم در باب آقای شانیچیان صحبت کنیم. یه شانیچی سلام میکنه خدمتتون آقای فرجی. آقای مشیر نازنین درود بر شما. درود بر شما عزیزم، حالتون چطوره؟ سپاسگزارم، ممنون. این نام با گوش من آشنا شد، یکی دو تن از اروپا زنگ زدن در یک روزگاه، یکی از این ماموران محترم اطلاعات امنیت سابق اتهامی به من نام ایشون رو نشنیده بودم و بعد از شبت معلوم شد که ایشون در رژیم گذشته و در رژیم جمهوری اسلامی فرزندانشون رو از دست دادن. میشه توضیح لطف کنید در باب ایشان؟ شما ایشان رو میشناختید؟ حتما. آقای مشیر عزیز، آقای محمد مدیر شانچی یکی از تاجران معروف خراسان هست، بود البته که چون ایشون فوت شد همین پریروز، تقریبا سه روز چهار روز قبل. ایشون قبلا در زمان رژیم گذشته یکی از تجار معروف و طرفداران شاهزاده دکتر مصدق بود و بسیاری از این آخوندها از جمله آقای خامنه‌ای و آقای رفسنجانی و نمیدونم اینا رو موقعی که تبعید میکردن یا تحت تعقیب قرار میگرفتن میرفتن منزل آقای مدیر شانچی و خود ایشون و خانوادهش و بچه هاش از اینا پذیرایی میکردن. حالا نمیخوام زیاد طولانی صحبت بکنم. بعدها که انقلاب شد، آقای مدیر شانچی اولین رئیس دفتر آیت الله طالقانی بود. بعد از اینکه آیت الله طالقانی فوت کرد، این آقای اسدالله لاجوردی شد نمیدونم دادستان کل انقلاب اینها، آقای شانچی مخفی شد برای اینکه احتمال اینی که دستگیرش کنن زیاد بود به جرم اینی که فعالیت‌های ملی میکنه در ایران، و بچه‌های آقای شانچی رو آقای لاجوردی گرفته بوده و در زندان بودن. یک بار به این دوستان آقای شانچی بهش میگن که آقا تلفن کن به اینا و به اینا بگو که خب بچه‌های منو چه گروگان گرفتید، اونا رو آزاد کنه، خلاصه مشورت میکنن باش. آقای شانچی زنگ میزنه، اینو عینا خود آقای شانچی برام تعریف کرد، آقای شانچی زنگ میزنه به آقای لاجوردی و میگه بچه‌های من که گناهی ندارن، آقای لاجوردی اینا کسایی بودن که شما که میمدید منزل من ازتون پذیرایی میکردن، دخترش بوده، دو تا از پسراش بودن. آقای لاجوردی به این میگه که به آقای شانچی میگه من تنها کاری که میتونم بکنم آقای شانچی بهتون اطلاع بدم که قبر این بچه‌های شما کجاست. آقای شانچی متوجه میشه که اینا رو تیربارون کردن. بعد به خانومش میگه، خانومش سکته مغزی کرد، فوت کرد همون موقع، یعنی همون هفته‌ای که این خبر به گوش زنش رسید. آقای شانچی بیمار، وضع خراب، با یک سکته قلبی بلند شد اومد اروپا، اومد در فرانسه پناهنده شد، به وسیله به اصطلاح کسانی مثل آقای بنی‌صدر کمکش کردن، اونجا پناهنده شد. گاهی اوقات می اومد کل و من یک بارم یه مصاحبه با آقای شانچی کردم در مورد بچه‌هاش. دو تا از بچه‌هاشو در رژیم گذشته و سه تاشو در رژیم آخوندی اعدام کردن و آقای شانچی بعدها در اثر بیماری‌هایی که تو اروپا گرفته بود تنها بود، پیرمردم شده بود، 85 سالش بود اون موقع. برگشت ایران و همین برگشتنش باعث شد که عده زیادی ازش هم ناراحت شدن، رفت ایران تو فرودگاه گرفتنش بردنش 24 ساعت تو سازمان اطلاعات نگرش داشتن، بعد گذاشتنش تو اولین هواپیما برش گردوندن فرانسه. عجب. بله. بعد دوباره این آقای خاتمی و یه عده که خب بالاخره اینو میشناختن پادرمیونی کردن، قول گرفتن ازش که این بیاد بره مشهد، رفت در مشهد منزل یکی از اقوام دورش، اونا ازش پذیرایی میکردن،
تا این صحبت ها رو من شنیدم که ایشون مأمور کاگبه بوده، پیرمرد 85 ساله. زمان آقای طالقانی هم جز گناهش جز رئیس دفتری آقای طالقانی چیزی نبود. و بعدم 3 روز قبل 4 روز قبل من آگهیشو در روزنامه های سایت های ایران دیدم که آقای مدیرشانشی در سن 87 سالگی فوت کرده. من خواستم این موضوع رو به آگاهیتون برسونم. این جوان مردانه نیست که آدم ها رو اینطوری از این طریق آدم لجنمال کنه. اونم پیرمرد مثل شانش 5 تا بچهش از دست داده، چه در رژیم گذشته و چه در رژیم فوت. عجب 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 داستان غم انگیزی بود آقای فرجی. شما مصاحبه که با ایشون کردین در اختیار دارین هنوز؟ من آقای مشیری، جریان مصاحبه من این بود که از طرف یونسکو گفته بودن که کسانی که در دو تا رژیم استبدادی تحت فشار و شکنجه و نمیدونم ناراحتی بودن، با اینا در کشورهای مختلف جهان سوم مصاحبه بشه. من با ایشون به آقای حاج رضایی پسر پدر مصاحبه کردم و یه خاطره، نمیخوام وقتتون رو بگیرم، نه بفرمایید، یه خاطره آقای مدیرشانشی برای من تعریف کرد. گفت شبی که آقای نصیری رو میخواستن اعدام کنن، من پولادش و آقای رضایی رو دعوت کرد آقای خلخالی که بیان امام کارتون داره. میگه رفتم تو مدرسه معروف، چی بود مدرسه رشدیه چی بود؟ نه این مدرسه که اعدام میکردن آدم. بله پشت بامش. میگه من رفتم اونجا، بعد دیدم آقای خلخالی به من میگه که آقای نصیری رو ما الان بستیمش به تیر و میخوام تیربارونش کنیم. یه تفنگ میدم به شما، یکی به آقای رضایی، یکم آقای پولادش. میگه هر سه ما بدون اینکه با هم مشورت کنیم بهش خندیدیم، گفتیم آقا ما بچه هامون کشته شده، همه عمرمون میگیم اعدام. همیشه آقای شانشین میگفت اعدام باید تو ایران منسوخ بشه، شما حالا تفنگ میدین دست به من یه آدم دیگه بکشم. این همچه انسانی بود. و من با این مصاحبه کردم، این مصاحبه در رادیو آلمان موجوده با ایشون، با آقای حاجی رضایی و آقای پولادش هم گیرش نیوردن. و آقای شانشی تو همون مصاحبه به من میگه که یکی از اولین کارهایی که باید در آینده انجام بشه این مجازات اعدام باید لغو بشه. تو این آقای شانشی میگه که 5 تا بچه‌ش از بین رفته. مدرسه رفاه بود نه؟ مدرسه رفاه. بله. و خیلی متاسفم آقای فرجی. ببینید تا استبداد هست چه فجایعی بر خانواده ها میرود واقعا. و چه طاقت هایی دارن این آدم ها. تاسف آور آقای مشیری عزیز که حالا این پیرمرد، حالا کیش انتظاری هم نبود که از این پیرمرد تجلیل بشه، نمیدونم طوری کاری بکنن، ولی این تهمت های این تیپی که این آدم جاسوس کاگبه بود، آقای شانچی چی رو میتونسته به کاگبه گزارش بده؟ خب اینا حساب های شخصی است که عرض کنم که تصویر میکنم. متاسفانه این چنین است و خیلی باز تأسف، واقعا این اخلاق نیست در واقع صحبت رو کردن در حق شخصیتی مثل ایشون. ممنونم آقای حسین فرجی. همین نداری؟ ممنونم شما آقای مشیر گرامی. قربون شما برم، متشکرم، محبت کردین. قربون، چه گزارش جانکاهی بود دوست گرامی و بزرگوار آقای حسین فرجی که سالها در اروپا بودن و این شخصیت ایرانی رو به خوبی میشناسن. این منشأ صحبتی شد که بنده کردم که آقا اخلاق چیز خوبی است، ما میتوانیم با یک کسی مخالف باشیم به لحاظ سیاسی، اما از شبت که حمله شخصی و به قول عوام الناس لجن پراکنی و اینها شایسته یک کار سیاسی نیست که ما بیاییم یک پیر مرد شکستهی مثل این مرد رو بیاییم منتصب کنیم به اداره جاسوسی روسی، واقعا عجیب هست. بفرما قربان، درود بر شما. بفرمایید. جانم عزیزم. رحیمی هستم، مجدد از سوئد و مزاحمتون هستم. بفرمایید قربان، حالتون چطوره؟ اصلا خدمتتون در مورد مغالطه و به اصطلاح شفا و شفی میخواستم خدمتتون عرضی داشته باشم. جانم. در ایران بودم، برادر من تعریف میکنه که یه وقتی با دوستان شفته بود برای کاری در مشهد، دوستان رفتن وارد صحن شدن و برادر من این کنار وایساده بود یه گوشه، گفت وقتی بود که خدام قرار بود عوض بشن، یه خدمه می آمد و یک خدمه می رفت و اینا متوجه حضور من نشدن. بله بله. و یکی از این خدمه ها به اون یکی گفت تا 10 دقیقه دیگه قراره یکی دیگه
پیدا کنه. یادت باشه موقع که میری اونجا سهم من یادت نره. و اینو خواستم خودش زورتون حرص بکنم و واقعا جالبه واسه کسایی که عقیده دارن اون یک عزیزم یه بخش حرفتون رو من متوجه نشدم، صداتون قطع و وصل شد، یک بار دیگه بفرمایید اون بخش آخرین حرفتون رو. نه عرضم در مورد شفا پیدا کردن. بله 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 شنیدیم. بله فکر کنم که دو تا خدمه در موقع عوض شدن در صحن رضا، رضا موسی رضا بله در مشهد داشتن عوض می شدن، متوجه وجود برادر من نشدن. اون خدمه که کارش تموم شده بود به اون نفری که داشت می رفت برای کار گفت تا 10 دقیقه دیگه یه نفر قرار شفا پیدا بکنه. وای 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 یادت باشه که سهم ما یادت نره. سهم ما یادت نره. بله سهم ما رو بذاری کنار. همین بود این داستان حقوق‌بازی برای عوام بیچاره بود این دستگاه. بله. دیگه ممنونم. نعت کنم خدمت. امری دیگه نداری؟ متشکرم از شما. عرضی نیست، بسیار سعادتی بود که مخلص شما عزیزم محبت کردیم. متشکرم از شما. شب خوبی داشته باشید. قربان شما. بله این داستانی هم نقل میکنن که یه بارم خدمتتون گفتم زمان مرحوم قوام سلطنه که والی خراسان بود آخوندها شلوغ کردن و اینها سر و صدا که یک کور مادرزاد شفا پیدا کرد، سر و صدا و یک شطوری هم کتل کرده بودن و اینها و قوام میگوید این که شفا پیدا کردی بری ببینم، آورد و دست والی رو بوسید و خوشحال و اینها گفت خب تو کون مادرزاد بودی و علی و روشن شدی و از برکت وجود حضرت سامر الانون ما بینا شدیم. گوی جوراب من چه رنگه؟ گفت بنفشه. گفت فلان فلان شده. امام کی به رنگ یاد داد؟ بله از این داستان حقوق‌بازی ها همیشه بوده. درود بر شما. بفرمایید. الو سلام علیکم. سلام بر شما استاد. درود بر شما. درود بر شما قربان عزیزم. عزیزم من علی هستم خدمتت. و علی جان، علی جان حال چطوره؟ نازنین مدتی شما رو صداتون نشنیدم. خوب هستین؟ قربونت برم خیلی وقته که من دوست دارم تماس بگیرم و مدت‌های مدیدیه که با جناب علی صحبت نکردم و این سعادت رو نداشتم که چند کلامی با هم دیگه خصوصی با هم دیگه صحبت کنم. بله بعد از برنامه یه سوالی برام پیش اومد جانم. این سوال رو می‌خواستم بکنم. اون پسر حضرت علی که محمد حنفی است فرمودین، می‌خواستم ببینم با اون امام ابو حنیفه این نسبتی دارن یا اینکه مثلا تشابه اسمی اون نسبتی هست یا نیست؟ همین رو می‌خواستم. بله ممنونم از شما علی جان. سلام برسونین بعد صحبت می‌کنیم. قربون شما. ممنونم برم. که به من فرصت ممنونم از شما. متشکرم عزیزم. و خیر ببینید این محمد حنفیه که پسر حضرت علی بودن و بعد مقام امامت داشتن و بسیار مرد دلیری بود و بسیار مرد پرهیزکاری بود، اینا هیچ ارتباطی با امام اعظم ابو حنیفه ندارد. امام اعظم ابو حنیفه اهل افغانستان امروزین بود و در اونجا پدرش گویا به دنیا رفته به دنیا آمد و بزرگترین قضات اسلامی شد ابو حنیفه و امروز هم فکر میکنم پیروان ابو حنیفه یعنی مسلمانان حنفی بیشترین باشند در میان مسلمین. مشهور از 80,000 مسئله فقهی رو طرح کرد و حل کرد و این مرد بزرگ سمت قاضی القضات رو در زمان ابو جعفر منصور نپذیرفت و او رو به زندان انداختن، تازیانه زدن و این مرد بزرگ در زندان فوت شد. با هم فرق میکنن، ربطی به هم ندارن. ابو حنیفه از کنم فقها رو آزاد اعلام کرد یعنی آبجو رو و همون کسی است که فرمود نماز رو به فارسی میتوانید بخوانید و قرآن رو میتوانید ترجمه کنید. بسیار مرد بزرگی بوده این امام اعظم و حدیث رو هم قبول نداشته. بنابراین چه من خوندم از داستان زندگی مرد 17 حدیث رو بیشتر قبول نداشته و بیشتر طریق رأی و استحسان رو عرض کنم که معیار قضاوت قرار میداده در کار و فقه حنفی هم بر همین عرض کنم که نهج تا امروز آمده است. رأی بفرما قربان. درود بر شما. با من هستیدم. بله بله با حضرت عالی. سلام علیکم. سلام بر شما. خبر فوت
مرحوم شانکی عجیب من ناراحت کرد، چون ما با هم در جبهه ملی دوم همکار بودیم. عجب. من مسئول کمیته ناصرخسرو بودم، البته در جبهه ملی دوم، نه این کمیته های آقایون، و ایشون مسئول کمیته آهنگرا بود. خدای من شاهده، بین ما سنتران کمیته ایشون از همه ما شجاعتر و پاکتر و دلاورتر بود. خدای من شاهد است که اگر کسی به او توهین بکنه و از این اتهامات بهش بزنه، خدای ما هم نخواهد از او گذشت. نکنید این کارا رو، شما که اونو نمیشناسید، سختی نمیشناسید این حرفا رو نزنید. او وقتی که یه دما جمع میشدیم میخواست ما مهمونی بده، چغندر میپختن میآوردن. خدا رحمت کنه مرحوم دکتر سامی رو، هر وقت میمد اونجا میگفتش از این چغندر رو برای ما درست کن که ما بخوریم. عجب. واقعا زاهدانه زندگی میکرد، نه دزدی کرد نه چیزی به چسبید. امیدوارم این آقایونی که این حرفا رو میشنون بس کنن و به این توهین نکنن، که خدای من شاهده فردای قیامت اینا گرفتار او خواهد بود. متشکرم از شما. شما از کجا؟ قربون شما، ممنونم که زنگ زدی عزیزم، خیلی خیلی سپاسگزارم. الو، تشریف بردن. سامو جان وقت ما تمام شد، یک دقیقه مونده. خب اگه تبتنی باشن، نام نیک رفتگان زایع مکن تا بماند نام نیکت برقرار. بعد از شبت که این اخلاق سیاسی داشتم، خیلی خیلی مهم هست. ما حق نداریم که دیگران رو خراب بکنیم، تهمت بزنیم، چون ما دوست نداریم اونها رو تهمت بزنیم. این غلطه بزرگیست. عرض کردم خدمتتون، هر آمینم یعنی حمله شخصی، این مغلطه بسیار پلیدیست. وقت ما در اینجا وطن گرامی به پایان رسید. با سپاس از سامان عزیز در اتاق فرمان و سپاس از همه شما هموطنان گرامی در سرتاسر گیتی و همزبانان گرامی در سرتاسر گیتی، برنامه امروز رو می‌بندیم. تا برنامه دیگر، درود بر شما. جاوید ایران زمین، زنده باد آزادی، دور باد استبداد.